جنبش رستاخیز برای تغییر از بهر خواستهایش هفت چادر را در بخش‌هایی از پایتخت برپا کرده است. در چادر اعتراضی چهار راهی شهید در حدود 40 تن از معترضان حضور دارند. یک پادشاه وقتی پادشاه شده میتواند رعیتش از راضی باشه. در چادر چهار راهی خراسان در حدود 17 تن و در پل آرتل نیز در حدود 30 تن حضور دارند. رای وکیل پارلمان بند کردیم که بدانه که ایستی حکومتی که استبدادگر است مردم کشت ایره درک بکنند. اما در چادرهای چهار راهی تایمنی، قوای مرکز و کارته پروان تنها چند تن نگهبان حضور دارند. از طرف دیگر شام نفر می باشد. روز کلگی مصرف وظیفه شان است، رمضان است، روز است. و اما در چادر اعتراضی چهار راهی زنبق که به حیث چادر مرکزی جنبش رستاخیز برای تغییر گفته می شود، حضور بیشتر معترضان نمایان است. در دهمین روز برپایی این چادر، شماری از باشندگان ولایت پکتیا که تازه به کابل رسیدند، به این جنبش پیوستند. دواتن مشکل تا حل که، دواتن مشکل تا تا وگیره، دواتن ضرورت تا تا وگیره، چطور تا مخبل رای در کرید، دو پرام در کرید. اعضای این جنبش میگویند که برای به میان آمدن اصلاحات در نهادهای امنیتی از اتحادیه اروپا و نمایندگی سازمان ملل متحد در کابل همکاری خواستند. ما از جامعه جهانی خواستیم که هم جنایتی که در روز جمعه در روز تظاهرات انجام شده او را بررسی بکنه و همچنان حمایت بکنه از خواسته های مردم افغانستان. از راهپیمایی هایی که در واکنش به حمله انفجاری جاده وزیر اکبرخان در کابل انجام شد و در گلوله‌باری نیروهای دولتی 5 تن جان باختند، اعتراض کنندگان چند چادر اعتراض را در پایتخت برپا کردند. در چند روز گذشته شماری از شهروندان کشور در ولایت‌ها و امریکا و اروپا نیز اعتراض‌هایی را برای به میان آمدن اصلاحات در نهادهای امنیتی به راه انداختند.